به نام خداوند مهربان. قصه های کرونا شماره 5. داستان های از بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، تخار و قندوز. این داستان روح‌های پنهانی زمین. زینب شاه دست به کمر ایستاد و به قطار بستر بیمارانی نگاه کرد که در گوش تا گوش خانه‌اش در بین درد، تب و سرفه پیچ می‌خوردند و چون علف‌های خشک بیابان در دست طوفان و باد می‌لرزیدند. سپس چین‌های پیشانی و پیچ سفیدش خطی از خستگی و نگرانی را جار زد. از نخستین روزهایی که بیماری ویروسی کرونا جهان را در نور دیده بود و به فریاب رسیده بود و در سر بلاغ ناحیه نهم میمنه و همچنین در قریه های دهندره، خواجه پایتخت، جغاتک کلان و جغاتک خرد و دیگر نواحی شهر میمنه در حال گسترش بود. حوالی زینب شاه پر از بیماران کرونایی است. باید هر یکشان را تیمارداری کند. شوهر، خیاشنه، خوشو، مادر، دو دختر و یک پسرش که در بستر بیماری ویروس کرونا از تب و درد می‌سوزد. زینب شاه باید برای هر یک از بیماران پرهیزانه درست کند و دم کرده لیمو و زنجبیل آماده و همچنین بخار پیاز آماده کنند تا آن با بخار پیاز نفس بکشند. گفته شده است که اگر بیماران کرونایی از این چیزها بخورند و بنوشند و بخور بدهند در بهتر شدن تنفسشان کمک دهند. زینب شاه خسته است. نگرانی بر تار سپیدی مویش چنگ انداخته و مغز استخوان زینب شاه را گیر. بیرون از خانه زینب شاه مرگ و میر بیماران کرونایی تمام سربلاغ را غمزاد بازاد و سربلاغ تقریبا در میان ماتم و عزاداری خرد. تا هنوز کسی در این قریه به این فکر نکرده است که اگر قرنطینه را رعایت میکردن، اگر مسافران و ویژه مسافران برگشتی از ایران را در خانه جداگانه به مدت 2 هفته قرنطینه میکردن، این بلا بر سرشان نمی آمد. ولی مردم کمپاین مبارزه با کرونا را که از سوی حکومت در میانه راه انداخته شده بود توجه نکردند که در سوی مرگ عزیزانشان نشستند. در همین شرایط ناگوار شیوع بیماری ویروس کرونا، اسدالله و ضیاءالله نیز از ایران برگشتند و بدون رعایت قرنطینه در جمع خانوادهشان پیوستند. اسدالله و ضیاءالله از ترس بیماری کرونا از ایران فرار کردند. هر دو به حالی قصه می کنند که به محض شیوع بیماری کرونا در ایران هم اتاقیشان به کرونا دچار شدند و بیماری زمانی که به دکتر مراجعه کردند برای همیشه سرگم رفت و زنده بودن و مردنش نامعلوم. سپس می گویند و محض این که رفیق هم اتاقی ما سرگم رفت، ما ورخطا شدیم و مقدار پول از قرض گرفتیم و به افغانستان برگشتیم. زمانی که به مرز رسیدیم، هر دو کشور مانع خروج از ایران و ورود به افغانستان شدند، ولی با دادن رشوه به مرزبانان خود را به حیات رساندیم. اسدالله و ضیاءالله از هرات به بادغیس و سپس وارد میمنه شدند. اما برای اسدالله و ضیاءالله که از راه بدقیز به خانهشان برمیگردند، اما برای این که حکومت از آمدنشان خبر نشوند در خانه‌های خود پنهان می‌شوند. با آن هم بستگان و خویشاوندانش دسته بسته به دیدارش می‌آیند و برخلاف مقررات قرنطینه و دستورات صحی که حکومت و ریاست صحت اعلام کرده است با وی بغل کشی می‌کنند. هر یک از اقوام و نزدیکانش به هم دیگر می گفتند می بینید که اسدالله جور تیار است، پس لازم نیست از وی دوری کنیم. ولی پس از چند روز اقوام و نزدیکان و خویشاوندان یک به یک مریضی ناشناس گرفتار شدند. کلایم آن بود عبارت از تب شدید، گلودردی، سرفه و نفس تنگی. پس از این که مسافران از بیرون به ویژه از ایران به میمنه بازگشتند و در خانه های خود جگان آن قرنطینه نشدن، در قریه مرگ و میر پی هم شروع شد. هر روز 4 تا 5 نفر
زن و مرد فرق کرد. آوازه مرگ و میر بسیار دهن به دهن شده با والی ولایت رسید. والی با گروه مبارزه با ویروس و کرونا وارد قریه شدند و مستقیم به خانه اسدالله رفتند. اسدالله در بستر بیماری افتاده است تا خبر شد که از حکومت آمده، نگران و وارخطا شد و تلاش کرد تا پنهان شود. همان طوری که در روزهای نخست وارد میمنه شد، تلاش کرد تا حکومت از آمدنش خبر نشد. والی دستور داد تا وی را با آمبولانس به شفاخانه ببرند. سپس به اهالی قریه گفت چرا بیماری کرونا را جدا نمیگیرید؟ چرا کسانی که از بیرون وارد فاریاب میشوند و به قریه میآیند برای 2 هفته در اتاق جداگانه نگهداری نمیشوند؟ میبینید که عزیزان شما یک یک در پیش چشم شما میمیرند؟ والی صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت من بارها برای شما مردم اعلان کرده بودم. روزانه نزدیک به 2000 تن از شهروندان فاریاب از ایران به خانه هایشان برمیگردند. بنابراین باید فاصله اجتماعی را رعایت کنید، وگرنه دچار همین بیماری میشد. سپس افزود تمام هزینه و مصارف بیماران مبتلا به کرونا به دوش دولت است. نگران مصارف و هزینه های شفاخانه هم نباشید. بعدش والی تعداد 10 نفر مشکوک به بیماری کرونا را به شفاخانه انتقال داد و نمونه های آزمایش آن را به ولایت های بلخ، مزار و فرستاد. نتایج معاینات پس از روز 3 روز به میمنه رسید. نتایج نشان داد که اسدالله و 5 تن دیگر به این بیماری دچار شده است. زینب شاد دست به کمرش گرفته در دروازه حوالی تکیه داد تا چشمش کار کرد و بیرون نگاه انداخت. اندوه و غم و موی از در و دیوار برد. یادش آمد که همین چند روز پیش زن مومن بای همسایش در شفاخانه بر اثر بیماری کرونا مرد. تمام زیورالاتش گم و نیست شد، زیرا که پرسنل صحی و خدماتی گفتند که زن مومن وای را با تمام وسایلش کفن کردند. فردای آن روز شوهر خیاشنش را کرونا کشت. زینب شاه با چشمای خود دید که پرسنل صحی ریاست صحت عامه جنازه او را با نایلون پیچید و داخل صندوق گذاشت و گفت صندوق را نباید باز کنید، چون اگر صندوق را باز کنید شما هم به همین مرض مبتلا میشید. دختران مرده در اطراف جنازه وی موی کردن و موی کندن. سپس بدون اینکه توجهی به مقررات پرسنل صحی ریاست صحت عامه داشته باشند، میخای صندوق را کشیدن. دیدن که جنازه در بین نایلون طوری پیچیده شده است که باز کردنش سخت است. زینب شاه یکی پس از دیگری در عزای عزیزانش گرفتار شده است. بیماری ترسناکی که به جان مردم قریه افتاده است. آنان یک به یک به سوی قبرستان می‌فرستند. زینب شاه درگیر و دار و عزاداری و مرگ نزدیکانش که ناگهان صندوقی را در داخل حولی شاردانه گفتند زینب شاه غم آخر شما باشد. زینب شاه نگران و پوتمان. سپس یکی گفت مرگ مادر شما هم غم آخر شما باشد. سپس به چهره نگران و مبهوت زینب شاه نگاه کرد. زینب شاه مثل درختی که از درون تهی شود تهی شد و سپس لغزیده نقش زمین. پس از لحظاتی که به هوش آمد در بین شیون و میوه گفت مادرم وصیت کرده است که هرگاه مرگ به سراغ آمد دخترانم مرا بشویند، بنابراین من باید مادرم را بشویم. بعد آستینش را بالا زد و چادرش را به کمرش بست و همراهی بغض و گریه گفت بیاورید که مادرم را بشویم. طرف بیرون راه افتاد و با دست پاچگی گفت بیاورید که بشویم. ولی مردانی که صندوق جنازه مادر زینب شاه را آورده بودند چست و چابک برداشتند و از دروازه حولی بیرون شدند. زینب شاه سخنانش در کامش خوش شد و از دنبال جنازه درست کش نگاه کرد تا جنازه از پیچ کوچه پیچید گویا در غبار محو شد. اندک اندک ترس از تجمعات بین مردم پیدا شد. روی همین جهت عزاداری ها و فاده های مادر زینب بسیار اندک و سبک با اشتراک چند نفر برگزار. زینب شاه که مرگ مادر و دیگر نزدیکانش توان و توش وی را از بین برده است، با آن هم تنها کسی است که بیمارانی که در خانه‌اش بر در خواندند رسیدگی و تیمارداری می کنند و
وی با آن سن و سال و کمر شکسته از مرگ مادر و نزدیکانش تنهاست و اهالی قریه از وی خبرگیر نمیشه. پس از گذشت چندین روز خوشو و دختران زینب شاه بهبود می‌یابند. در همین گیر و دار تیماردائی سردردی بسیار شدید به سراغش آمد. تب کرد. به دکتر مراجعه کرد و دوا گرفت و به خانه برگشت تا به تیمار بیماران برد. برای خودش دم کرده لیمو و زنجبیل تهیه و مصرف کرد. در حالی که تمام بدن زینب شاه از درد شدید سوزن سوزن می شد و بی حال و گیج بود، دلبر شاه دختر کلانش از بستر بیماری بلند و بهبود یافت. زینب شاه تلاش می کرد تا بیماری بر وی چیره نشود و شکستش ندهد. بین زینب شاه و بیماری جدال است و دو دل. سرانجام پس از دو هفته تمام درد و بیماری از جان زینب شاه کوچید و زینب شاه تندرستی خود را باز یافت. زنی که در زمان بیماری کرونایی از بیماران تیمار میکرد و برای گاو و گساله علف درو کرده و پیش آنها انداخت و به مرغها دانه داد و گاو را دوشید و تمام کارهای خانه را انجام داد و زندگیش برگشت و بر بیماری کرونا چیره گشت. ولی در جای قریه مرده های به سوی گورستان برده می شدن و خانه های بسیار عزادار. اینم آخر داستان روح‌های پنهان زمین. تا داستان دیگر از ولایت دیگر، بدرود.